رفتار من خیر خداوند را پدید می آورد. این چنین جمله را پیشتر آوردم در این کتابم و آن را جستجو می کنم در این جلد مثنوی، وگرنه به صفحات بالای این نوشتم رجوع می کنم برای یافتن و نوشتنش در زیر. دو نقطه. الفاظی که از روی صدق و صفای باطن گفته آید مایه باروری عمر آدمی می شود. در تفسیر بیت 1062 دفتر اول مثنوی مولانا: آن ریگی که جوشد آب از او، سخت کمیاب است، راه آن را بجو. در حین نوشته شدن این گذرها از مثنوی با خودم گفتم شاید این بار لازم است بین بیت قبلی را بیاورم. در این متن بیت قبلی آن زن و شوهرش، آن مرد 38 ساله عطار، آن وکیل هنوز جواز ندار 42 ساله که این عطار مرا به دور راهنما کرد برای یافتن یک وکیل، تا بی نهایت به عقب در تجربه زندگی آن ریگ در بیت قبل از این بیت هستم که آب را به خود جذب می کند و در خود فرو می برد و نابود می کند. دو نقطه. لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. الفاظ و اسامی دام است، همانطور که ریگ آب را به خود جذب می کند و در خود فرو می برد و نابود می کند، الفاظ و عبارات جذاب و شیرین و آری از حقیقت نیز عمر عزیز ما را تباه می کنند. دو نقطه. چند نقطه. درست همانطور که الفاظ و عبارات جذاب و شیرین و آری از حقیقت آن زن 30 ساله و شوهرش روزگار مرا تباه کرد و در بیتی که بیت بعدیست و در بالا قبل از این بیت آوردم از ریگزار که آب از آن می جهد سخن دارد، که آن ریگزار از ریگی که آب از آن می جوشد، نه آن ریگی که آب را نابود می کند. از تفسیر بیتی که این طور شروع می شود: آن ریگی که جوشد آب است. این بیت و مثنوی می گوید این بیت در جواب سوالی مقدر است. گویا کسی می پرسد یا حضرت مولانا، آیا هر لفظی همین خاصیت را دارد؟ یعنی آیا استماع هر لفظی عمر آدمی را تباه می کند؟ جواب: نه خیر، هر لفظی عمر آدمی را تباه نکند، زیرا الفاظی که منبع آب حیاتند از این قاعده مستثنا هستند. چنانکه ریگزاری که از آن آب می‌زهد بسی کمیاب است، پس برو آن ریگزار را طلب کن. الفاظی که از روی صدق، چند نقطه. و من این ریگزار هستم که استادان سر و صدا دار به معنی اسمشان برای چیزی در رفته بود دقیقا شناخته بودند و راه مرا سد کردند برای تباه کردن عمرم، و وقتی عبور کردم ضربه نهایی که همان تاج خار دار است که بر سر مسیح رومی ها نهادند و در نمونه های فیلم از زندگی مسیح در فرانسه دیده بودم بر سرم نهادند و من نمی دانستم. تصادفی دو سال بعد با رجوع به کتابخانه دانشگاه هم حکم را شناختم، ثبت شده در روی فیش ثبت دکترای من. ممنوعیت انتشار دکترامو با خط قرمز با رنگ قرمز در روی فیش نوشته بودم. سفیر را گوش کنید و عمرم تباه شد به معنای مطلق آن برای آنچه زندگی نام دارد، و زندگی شادی است، شادی که با عرق جبین فراهم شده است. و فرانسه را برای خاک انگلیس 13 سال بعد ترک کردم. در سفیر نوشته شده از فجایعی که دولت انگلیس طی 3 ماه زندگیم بر من وارد آورد. نمیدونم چرا نوشتم 13 سال بعد. بگذاریم. در بالا پیشتر که از لوح محفوظ که سالک منتهی است می نوشتم فراموش کردم بنویسم. من آن لوح بودم که در موردش استادی که فقط نامش را روی تحقیق دکترای من نهاد و اهانت ها و فجایع بر سر من آورد برای ثبت نامم در مقطع دکترا در صورت جلسه با واژه ورکینگ پروگرس بیان کرده است، و مولانا آن را با سرچشمه ای که هرگز نمی خشک نمی شود بیان کرده است، در همان بیت که از لوح حافظ و لوح محفوظ بیان دارد: سمع الله لمن حمده، جلال و عظمت از آن پروردگار است و بس. دیشب فایل ها را جمع آوری کردم در یک فولدر.
فایل هر کتاب، کتاب 10 و 13 را نیافتم. این بیان در من نقش بست. لحظه پیش در زیر زمین دفن شدند از تنهایی چند نقطه و با ترس از دیگری و از خود با دیگری حرف می زنند که از طرز بیان و صوت صدای آنها هویداست و محدود کردن خود برای بست. بعد می آیند فردی که من باشم را در گور خود بکشند. شما مثل ما هستید، بیایید با ما زندگی کنید، اجاره کنید. آن زن 30 ساله با آنچنان صوت صدای پایین، با آنچنان محدود کردن خود در حرف زدن، حرف زد با من همان بار اول که نام وکیلی را از اون خواستم بگیرم. در همان بار اون خانم از خیانت زوجها در ایران، در جامعه ایران گفت و اینکه پیام فیسبوکش برای دیگران این است: از همه شما بدم میاد. همین لحظات که دفن بودن این افراد در من به آن صورت حضور یافت، جبران خلیل جبران به یادم آمد و برای من این افراد حیله‌گری موش کور را دارند، نفسشان. و من خواستم این خانم را همانند خانم نالان 26 ساله که در حضور زن صاحب کارش که همدست او بود به من گفت من نگفتم که با 700 هزار تومان سه خانواده را نان میدم. وقتی گفتم این خانم به من گفته است با 700 هزار تومان سه خانواده را نان میدهد، میخواستم این نان را به طرف شناسایی و شناخت خیشتن خداییشان ببرم. به آن خانم 26 ساله به جز سه کتاب تمامی کتاب هایم که جبران خلیل جبران نوشته است و 2 کتاب گاندی خودم را هدیه کرده بودم و تمام آنها را در لیست گذاشتم که پس بدهد. همراه سماور 6 لیتری برنجی و گردنبند موقعی سفارشی ساخته شده با 1 یاقوت که 1,500,000 تومان بایستی ارزشش بود. و آن خانم نامزدش را آورد و صاحبکار سبیلوی خودش را برای اهانت و خشونت به من و مجبور به تماس با مأمور 110 شدم و 3 مأمور آمدن و 2 نفر آنها مسلح بودن. در 2 روز آخر ماه رمضان امسال بود و آن خانم 26 ساله روزدار بود. نامزدش در حضور مأمورین ادعای شرف کرد و دهان باز نکردم بگویم 142,000 تومان غذا از غذاپزی محله شیک برای این خانم هدیه ماه رمضان هدیه کردم. این آقا ادعای شرف می کند. حالا 142,000 تومان را به من پس بدهد. آن هدیه غذا بین من و خدای من است. خیشتن خدای تو دریاست، هرگز آلوده نمی شود. چند نقطه. خیشتن خدای تو خورشید است. هیلگری موشکور را ندارد و لانه ما را نمی جوید. جبران خلیل جبران. شاید مناسبتش رسیده باشد که نوشته شود آخرین بارهایی که مدیتاسیون انجام می دادم از طریق 2 متد سوفولوژی تصویر دریا و آسمان روشن وجود داشتند و مدتی گذشت تا بفهمم و با خودم این را گفتم. جبران خلیل جبران در من حضور یافته بود به این طریق، چون اوست که از خیشتن خدایی با نامهای دریا و خورشید نوشته است. برای دوست خوبم سعید نوشته بودم که تا به حال مدیتاسیون من تصویر نداشت. آن ایام که آن را نوشتم تصویر رود سبز رنگ و درختان سبز بود و من هر یک را نام می بردم برای مشابه کردن هر یک به تنفسم. موج، تنین ملایم هم در آن رود بود. ایامی بایستی باشد که کلمه تنین در من حضور داشته بود و حتی یکی از کتاب‌هایم این کلمه را در نامش در بر دارد. برای مهم و شگفت‌انگیز است که از تله بنویسم در مورد طرح آن زن 30 ساله و شوهرش برای من و سپس بدون اینکه آگاه باشم از وجود آن کلمه در بیت مولانا، بدون اینکه بدانم چه نوشته می شود، در متنم هر بار بیت مولانا آورده شود و با دام شروع می شود آن بیت. لفظ ها و نام ها چون دام هستند. کلمه آخر مصرع است، نه کلمه اول. و به یاد این نکته
که از کشفیاتم است میافتم که از کتاب دومم شروع شد به کشف و نوشته شدم. دو نقطه. کلمه آخر جمله تکرار کلمات قبلی جمله است که بایستی باز شود. باز در کیومه. فکر میکنم در همین کتابم در مرتبه دیگر از آن بیان شده است. شاید بایستی متن را خاتمه دهم. لختی صبر میکنم. با این خط کتابم را خاتمه میدهم. دو نقطه. حقیقت نوعی من معناست. حقیقت نوعی آنام ظاهر است. سمع الله لمن حمده. ای راستی به سوی منای و پناه استوار من باش. کلامی است از اوستا.